درود به شما مخاطبان شریف. 43 سال پیش رضا صادقی در بندرعباس به دنیا اومد. ماجرای بیماریش در یک سالگی و کاری که دکترش باهاش کرد و باعث فلج شدنش شد، عاشق شدنش در کنسرت آلمان و لباسی که در روز عروسیش پوشیده بود و باعث تعجب خانواده شده بود که در ادامه ویدیو خواهیم دید. قبل از هر چیز از لایک شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. رضا صادقی 25 مرداد 1358 در بندرعباس به دنیا اومد. خواننده و ترانه سراست. در محله شیر اول بندرعباس به دنیا اومده، اما اصالتاً اهل روستایی از توابع شهرستان میناب هرمزگان هست. 4 تا خواهر و 1 برادر به نام محمد رضا داره. علت فلج شدنش در کودکی. وقتی 1 ساله بود دچار یک مریضی ساده شد. خانواده‌اش او رو به تنها درمانگاه اون منطقه بردن. دکتر برای درمان چند قرص و آمپول تجویز کرد، اما بعد از تزریق آمپول حال رضا وخیم‌تر شد. بعد از مدتی متوجه شدند که آمپول به اشتباه در عصب پاش زده شده و عوارض این تزریق باعث شده که او برای همیشه از زانو به پایین فلج بشه. رضا کم کم با استعداد ذاتی خودش گیتار رو یاد گرفت و چند آهنگ هم با کیفیت پایین ضبط کرد که بین جوانهای بندری دست به دست می شد. همین استعداد و اعتماد به نفس باعث شد تا از طرف شهرداری و هتل همای بندرعباس او رو برای اجرای برنامه دعوت کنن که باعث خوشحالی رضا شد. در یکی از اجراهاش در هتل همای بندرعباس، امین تارخ از اساتید بازیگری که مهمان این برنامه بود به اون نزدیک شد و بهش گفت تو میتونی یک ستاره موسیقی بشی، نمیدونم چرا اینجا موندی و برای قاشق و چنگال میخونی، ولی اگه میخوای پیشرفت کنی بیا تهران. او به توصیه تارخ به تهران رفت و سال 1371 در 13 سالگی اولین آهنگ خودش رو به نام راز عشق منتشر کرد. یک سال بعد هم آلبوم غیر رسمی رو با همین نام ارائه کرد. جالب اینجاست رضا صادقی 28 آلبوم داره که در بین خواننده های پاپ عدد بسیار زیادیه. صادقی بعد از اون آلبوم همکاری خودش رو با گروه هنری کیمیا آغاز کرد. بعد از 10 سال فعالیت حرفه‌ای در نهایت سال 1382 با آلبوم رسمی مشکی رنگ عشقه و ترانه ای با همین نام سر زبون ها افتاد. او سال 85 با آلبوم وایسا دنیا به اوج شهرت رسید. ماجرای ازدواجش هم جالبه. رضا صادقی در یکی از سفرهای کنسرتی خودش به کشور آلمان با همسرش آشنا شد که این رابطه در نهایت 20 بهمن 1390 وقتی 32 ساله بود به ازدواج ختم شد. ثمره این زندگی حالا 2 دختر هست. تیارا متولد بهمن 92 و ویانا متولد خرداد 96. این خواننده که از اولین شروع خودش در عرصه موسیقی مشکی می پوشید میگه حتی در مراسم ازدواجم هم مشکی پوشیدم. وقتی وارد مراسم شدم همه تعجب کردن. یکی گفت چرا مشکی؟ ولی اگه غیر از مشکی می پوشیدم تماماً روی هر چیزی که گفته بودم باید خط می کشیدم. من گفتم مشکی رنگ عشقه. الان من به عشقی دارم می رسم که عشق شاعرانه قلبی و احساسی منه و اگه با رنگی غیر از این بیام یعنی دروغ گفتم. من یه دختر دیگه هم دارم به اسم ایران که به فرزندی قبولش کردم. او رو کنار سطل زباله‌ای در اصفهان رها کرده بودن. چون پدر و مادر داره او رو به من نمیدن، ولی حضانتش با من هست. قبل از شیوع کرونا از ناحیه چشم یه مشکلی داشت که جراحی شد و خدا رو شکر بهتره. در بیشتر آثار رضا صادقی ترانه سرایی و آهنگسازی به عهده خودش بوده و در اشعار بندریش از سروده های ابراهیم منصفی و محمد علی قویدل استفاده کرده. تجربه بازیگری هم داره. در سال 1390 در فیلمی به نام خداحافظی
که در نقش خودش جلوی دوربین رفت. البته در سریال یاقی هم حضور داشته. خودش گفته وقتی بچه بودم و با مشکل جسمانی مواجه شدم، پدرم گفت من برای خوب شدن حالت تو رو همه جا میبرم به جز مشهد، چون انقدر امام رضا به ما حال خوب داده که نمیخوام برای حال بد تو پیش امام رضا بریم. همیشه صحبت پدرم برام سوال بود، اما بزرگتر که شدم به این نتیجه رسیدم طوری باشم که امام رضا دوستم داشته باشه. من با افتخار پرسپولیسی هستم و از بچگی عاشق این تیم بودم. سالهاست پیگیر پرسپولیسم و نمیتونم عشقم به این تیم رو مخفی نگه دارم. سید جلال حسینی بازیکن محبوب منه. او به لحاظ فنی و اخلاقی فوق‌العاده است. از بین قدیمی‌ها عاشق علی آقا پروین هستم. ضمن اینکه احمد عابدزاده، فرشاد پیوز و مرحوم علی انصاریان رو هم خیلی دوست دارم. دوست دارم فصل تازه‌ای در خوانندگی رقم بخوره و حالا که دختران کوچکی دارم، دلم می‌خواد دختران این سرزمین بیشتر حمایت بشن. کار دختر فقط کس کردن گوشه خونه نیست. حاج عباس پدرش برای تقویت درس ریاضی رضا که چندان هم خوب نبود، از معلمی خواهش کرد تا چند جلسه با رضا ریاضی کار کنه. در اولین جلسه بعد از حل چند مسئله ریاضی، معلم متوجه میشه که رضا عاشق موسیقیه. جالب اینجاست که اون معلم هم موسیقی کار میکرده. همین موضوع باعث شده که جلسات بعدی رضا با معلمی که هم ریاضی میدونه و هم موسیقی براش بسیار جذاب باشه. قطعاً یکی از خاطرات بسیار جالب رضا صادقی مربوط میشه به سال 96. او بعد از اینکه 20 سال لباس مشکی پوشیده بود، حتی داخل منزلش هم لباس مشکی می پوشید، اما در برنامه من و شما حضور پیدا کرد و بعد از یک مصاحبه جنجالی در مورد اینکه چرا لباس مشکیش رو عوض نمی کنه صحبت کرد، اما با درخواست مجری برای اینکه به خاطر مردم کرمانشاه لباس مشکی رو از تن بیرون کنه و یک لباس سفید بپوشه موافقت کرد. او چند روز بعد قبل از کنسرت تهران گفتگوی کوتاهی با این برنامه داشت و بعد از 20 سال لباس مشکی رو از تن در آورد و یک لباس سفید پوشید که روش نوشته بود برای لبخند مردم کرمانشاهم. بعد از اون زلزله‌ای که در کرمانشاه اومد و او هم به خاطر مردم کرمانشاه که خیلی هم آسیب دیدن و شرایط سختی رو پشت سر گذاشتن این کار رو کرد. نظر شما چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید. از اینکه این ویدیو رو لایک میکنید هم بسیار از شما عزیزان سپاسگزارم. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.